این سخن خداوند که به انسان فرموده است ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم، به کدام مورد یا به کدام موارد اشاره دارد؟ بچه ها درس 11 دینی 11 هم ببین عزیزان، ما دو تا راه تقویت عزت داریم عزیزان. یک، شناخت ارزش خود و نفروختن خیش به بهای اندک، و دوم، توجه به عظمت خداوند و تلاش برای بندگی او. بسیار خوب بچه ها. خب این حدیث شریفه ای فرزند آدم مطمئنا اشاره به اولین راه تقویت عزت داره. راه اول چی بود؟ شناخت ارزش خود. پس من طبق این روال خود به خود به دست میاد بچه گلم دیگه. اولا خب بیانگر راه های تقویت عزت این حدیث، پس یا یک یا دو. همین الان گفتم کدوم راه عزت؟ شناخت ارزش خود. پس بهترین گزینه گزینه دو خواهد بود عزیزان. یه نکته من خدمت شما بچه گلم بگم، ارزم بزرگ گلتون، این حدیث و یه آیه شریف هم داریم که بچه خدا میفرماید قطعا من فرزندان آدم را برتری دادم. یادون باشه اینی که من گفتم آیه هست و اینم حدیث، اشتباه نگیرید. گاهگاهی امکان داره بچه تشخیص آیه با حدیث بهتون بدن. این حدیث و این آیه و البته حدیث امام علی علیه السلام که میفرماید بهای انسان بهشت است الا الجنت. بسیار خوبه. پس این دو حدیث و آیه شریفه بیانگره راه های تقویت عزت نفس. کدوم را؟ شناخت ارزش انسان و نفروختن خیش به بهای اندک.